در نیمه نخست سال جاری میلادی صدها کودک در عراق جان خود را از دست داده و یا مجروح شدند. مولد ورفه رئیس بخش عملیات میدانی در دفتر صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در شهر اربیل در شمال عراق اعلام کرد که طی نیمه نخست سال 2017 میلادی بیش از 500 کودک در جریان اقدامات تروریستی داعش و نبردهایی که با این گروت روسی صورت گرفته جان خود را از دست داده و یا مجروح شده اند. به گزارش اسپوتنیک ورفه که در یک نشست خبری در ژنو سخن می گفت افزود یونیسف برای رسیدن به اماکن احتمالی بازداشت کودکان جذب شده از سوی تروریست های داعش با دولت عراق همکاری می کند. این مسئول سازمان یونیسف با تاکید بر اینکه این سازمان از حقوق تمام کودکان دفاع می کند خارت نشان ساخت جنگ در عراق باعث جدایی بسیاری از کودکان از خانواده های خود شده و این سازمان در تلاش است تا آنان را بار دیگر به آغوش گرم خانواده بازگرداند ورفه در خصوص عملیات آزادسازی شهر موسیل از اشغال سنی های تندروی داعش نیز اظهار داشت کودکان قربانی اصلی جنگ در موشل هستند بسیاری از آنها از خانواده های خود جدا شده بودند که تا کنون 4300 کودک بار دیگر به آغوش خانواده بازگردانده شدند و همکنون نیز بیش از هزار کودک دیگر زیر نظر هستند تا به خانواده های خود تحویل داده شوند شاین ذکر است بسیاری از کودکان عراقی به مدت دو سال زیر سلطه ی سنی های تندروی داعش بوده و چیزی جز جنگ و جنایات عناصر این گروه تروریستی ندیدند.